ساعت 2 بعد از ظهر تهران. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. 60% ملت عزیز ما به آقای خامنه‌ای گفتن نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام ها، نه به زندانی کردن ها و کور کردن های فرزندان ایران. پیروزی مردم در مؤثرترین تحریم انتخابات، بیش از 60% مردم به نامزدهای نظام رأی ندادند. قوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. شکست تاریخی خامنه‌ای در مهندسی کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی. هیچ کدام از کاندیداهای نظام در دور اول پیروز نشدند. شکست اصلاح طلبان حکومتی در ایجاد موج مشارکت عمومی. موسوی، رهنورد و تاج‌زاده از همراهی با اصلاح طلبان خودداری کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش فعالان سیاسی و مدنی به پیروزی بزرگترین تحریم انتخاباتی. حسین رزاق، زندانی سیاسی، پیروزی قطعی این انتخابات را تحریم و مقاومت مدنی دانست. با درود. بر مبنای گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی، میزان مشارکت مردم در رأی‌گیری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی حدود 40% بوده. این با آن معناست که دست کم 60% از واجدان رأی‌دهی پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند. در این آمار آرای باطل محاسبه نشده و در صورت احتساب آرای باطل میزان واقعی مشارکت به زیر 40% و نزدیک به 30% سقوط خواهد داشت. این چهارمین انتخابات متوالی است که در آن کمتر از نیمی از واجدان پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. با پایان شمارش آرای انتخابات نظام برای جانشینی رئیسی، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم رفتند. بیش از 24 میلیون نفر، یعنی کمتر از 40% واجدان شرایط، در این انتخابات شرکت کردند. بر اساس آرای اعلام شده از سوی وزارت کشور، بیش از 10 میلیون نفر به پزشکیان و بیش از 9 میلیون نفر به جلیلی رأی دادند. محمد باقر قالیباف هم بیش از 3 میلیون و مصطفی پور محمدی حدود 200,000 رأی آوردند. بیش از 1 میلیون رأی باطله 4.3% آرا را به خود اختصاص داده. محمد اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرده در صورت تایید شورای نگهبان، دور دوم انتخابات جمعه آینده برگزار می شود. خب این آمار برای شورای نگهبان ارسال میشه. تایید صحت انتخابات به عهده شورای نگهبان هست. بر اساس قانون به موجب ماده اصل 117 قانون اساسی و همینطور مواد قانونی انتخابات ریاست جمهوری، حتما یکی از هیچ کدوم از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست بیارند. بدین ترتیب نفر اول و نفر دوم به عنوان بالاترین آرای هر حال این دوره معرفی خواهند شد به شورای نگهبان و بر اساس قانون جمعه بعدی بعد از انتخابات مرحله اول، بر اساس قانون به عنوان زمان برگزاری مرحله دوم تعیین میشه که خب 15 تیر خواهد بود، البته بعد از تایید صحت شورای نگهبان. بنابر آمار غیررسمی رسانه‌های داخلی ایران، نرخ مشارکت در بیشتر استان‌های کشور کمتر از 50% بوده. کردستان، گیلان، خوزستان، البرز و سیستان و بلوچستان از استان‌هایی هستند که کمترین آمار مشارکت در آنها به ثبت رسیده. بر اساس آمارهای غیررسمی، در تهران بزرگ فقط 23% از واجدان در رأی‌گیری شرکت کردند. همراه هستیم با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو. آقای حاجی حسینی، پیش از هر چیز احساس شما رو میخوام بشنوم از این انتخابات و این نتایج. با وجود همه تلاش‌های جمهوری اسلامی شاهد تحریم انتخابات، بیش از 60% مردم هستیم. این نه بزرگ، این گستردگی تحریم نشانه چیست؟ این آمارها خیلی در واقع معنادار، قابل بررسی هستند با دوره‌های قبل
ما در سال 96 رأی حسن روحانی رو داشتیم که حدود 24 میلیون بود و بعد الان کل شرکت کنندگان در این انتخابات رسیدند به عدد 24 میلیون. این نای بزرگ، این که با وجود به هر حال افزایش جمعیت، فاصله ای که وجود داره، این 7 سالی که وجود داره بین این دو انتخابات، نشون میده که عملاً شهروندان گذر کردند از جمهوری اسلامی. اعتراضات سال 1401، جنبش زن زندگی آزادی، یک نقطه عطف تلقی میشه در تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی، که پس از اون این روند آشتی ناپذیری با حکومت در واقع پی گرفته شده از سوی شهروندان، و به همین ترتیب هم دیدیم در این انتخاباتی که پس از این جنبش برگزار شده موج ریزش چگونه بوده است، و آمارها نشون میده به ما که در هر دور از انتخاباتی که از این زمان به بعد برگزار شده، شمار رای دهندگان کمتر و کمتر شده است. عملا یک دیوار بلند بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت ساخته شده. این در طول دهه‌های گذشته پیش ریخته شده بود و می‌بینیم که تشدید شده. فسادی که حاکم است، مافیای قدرت، اینها همه باعث شده که مردم عملا متوجه باشند که شرکتشون در انتخابات سودی به حالشون نخواهد داشت، نمیتونه گره از مجموعه مشکلاتی که در هم تنیدند، یعنی مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و همینطور فضایی که حاکم است از نظر سیاسی، اینها رو با رأی دادن نمیتونن تأثیری درش بگذارن و به نظر میرسه که حاضر نشدن به هر حال تن بدن به بازی علی خامنه‌ای که بیشتر یک جمهوری نمایشی ساخته و تلاش میکنه حاکمیت که نمایش دموکراسی بده. این نکته هم قابل توجهه که در با وجود همه این بحران‌ها و مشکلات، ما میبینیم که دغدغه‌ای که شکل میگیره در جریان برگزاری انتخابات، در روز انتخابات، از سوی جریان‌هایی که شناخته میشن به عنوان ارزشی و اصولگرا، این است که مثلا آقای خامنه‌ای چگونه بدون عصا آمده است و چه مسیری رو بدون عصا طی کرده، و دغدغه پیمودن راه بدون عصا نشون میده که تا چه اندازه تفاوت وجود داره میان آنچه که در واقع خیابان‌ها، در کف خیابان دغدغه مردمه، و اونچه که به نوعی حاکمیت داره نشون میده. یعنی به نظر میاد که عملا ما یک جهان‌های موازی رو میبینیم که در یکیش مردم دارن با مشکلاتشون دست و پنجه نرم میکنند و به همین دلیل هم تن نمیدن به اینکه وارد این بازی بشن، و در دیگری یک نمایش قدرت بر مبنای ایدئولوژی رو شاهد هستیم که در نهایت هم به تمسخر گرفته میشه، چون این که حالا چه یک فردی بدون عصا چه مسیری رو تیمود، تأثیری در حال و روز و معیشت و در واقع اوضاع مردم نمیگذاره. آقای حاجی حسینی، همونطور که گزارش ها نشان میدن و شما بهش اشاره کردید، در این انتخابات شاهد پایین ترین نرخ مشارکت مردم بودیم. به نظر شما چه عوامل و دلایلی باعث تحریم بزرگ این انتخابات از طرف مردم شده؟ ببینید، ما به ازایی وجود نداره و نمایندهی وجود نداره از که بخواد نیازهای واقعی، خواستهای واقعی شهروندان رو مطرح بکنه. ما میبینیم خب شکلی که به انتخابات در گیومه برگزار میشه در جمهوری اسلامی، عملاً تلاش میکنه کسانی رو وارد دایره قدرت بکنه یا به نوعی در دایره قدرت حفظ بکنه، که اینها فاصله نجومی دارند واقعاً با چنان که عرض کردم با مطالبات مردم در کف خیابان. خب به همین واسطه هم جریان تحریم قاعدتاً میتونه قدرت بگیره. جنبش های مدنی که وجود داشته اند از طرق مختلف، خانواده های دادخواه،
فعالان سیاسی که ایستادگی کردند پای اینکه وارد این بازی نشند، کسی مثل میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، اینها کسانی که به هر حال عذرخواهی میکنم، کسانی که گروه‌های از اصلاح طلبان تلاش داشتند با آوردن نام اینها رأی مردم رو بگیرند، به هر حال وارد این بازی نشدند و مجموعه این عوامل باعث شده است که در واقع این جنبش تحریم و رأی ندادن شهروندان بتونه دست بالا رو پیدا بکنه و عملاً علیه این خواست خامنه ای که گفته بود که باید مردم مشارکت حد اکثری داشته باشند ایستادگی بکنه و اون رو نپذیره. رضا حجی‌حسینی، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اما در همین زمینه مهمون دیگری هم داریم، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی، احساس شما نسبت به این انتخابات و نتیجه اون چه هست؟ به نظر شما گستردگی تحریم انتخابات تا چه اندازه برای فعالان سیاسی و مدنی قابل پیش بینی بود؟ درود به شما و به همه مردم شریفی که این لحظه ما رو بیننده این برنامه هستن. ببینید، بیشتر از هر چیزی من فکر میکنم که امید به همبستگی مردم برای نمایش اون چیزی که نقل قول میکنم از علی خامنه‌ای در اردیبهشت 80 که میگه ننگ است برای حکومتی که مردمش بین 35 تا 40 درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن، نقل قولی که این روزها بسیار شنیده شد، بسیار بازنشر شد و ما امروز داریم میبینیم در واقع این شرمی که قاعدتاً حکومت ایران باید احساس بکنه و خیلی بیشتر از شرم، ای کاش واقعاً مکانیزمی وجود داشت که رأی واقعی مردمی که بیش از نه تنها 60 درصد، در واقع باید گفت رأی مطلق آقای خامنه‌ای چیزی کمتر از 20 درصده، برای اینکه اون 1.7% رأی باطل رو هم باید نه به جمهوری اسلامی تلقی کرد و حکومتی که بین 60 درصد مردمش در واقع دارن به جمهوری اسلامی نمیگن، باید راه حل دیگری برای ادامه این حکومت پیدا بشه و من فکر میکنم این خودش نقطه امیدی هست، نقطه شروع مناسبی هست. به مسئله معنادار بودن آرا اشاره شد، آقای حاجی حسینی به این موضوع اشاره کردن. من میخوام یکم برگردم به عقب بگم معنادار بودن خیلی چیزها در این انتخابات اخیر به نظر من قابل تحلیل هست. از نحوه رأی جمع کردن رقبا، از اون مناظره هایی که دیدیم چقدر بی محتوا بودن، چقدر دور از واقعیت های جامعه و خواسته های مردم بودن، از روز انتخابات، من دیروز تقریبا میشه گفت بیشتر ساعات دیروز رو پای شبکه خبر رادیو تلویزیون ایران بودم و میدیدم که چطور زاویه دوربین ها بسته هست، از بیرون از ستادهای انتخاباتی فیلمی گرفته نمیشه، دائم در فضای بسته و با دوربین های بسته. این نشون میداد که در واقع مشارکت نیاز حتی به این نداشتیم که آمار بیاد تا ببینیم، این مشاهدات عینی ما حتی از اسکرین تلویزیون نشون میداد که میزان اقبال مردم به انتخابات اخیر بسیار 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 پایین هست. اما جدای از اون، حتی کسانی که در بعد از ظهر دیروز پیغام فرستادن برای مردم، اسمس میکردن، آقای جواد ظریف پیغام دادن که هر نفر به 10 نفر زنگ بزنه و دعوت کنه که بیاد، و خب من امیدوارم این پیام روشن انتخابات این باشه که دیگه هیچ سیاستمداری جرأت نکنه در آینده مردمش رو تحقیر بکنه و بگه ما هر بلایی که سر شما بیاریم، ما شما رو سرکوب بکنیم، به سرتون هم بزنیم، شما 73% میایید در انتخابات شرکت میکنید. من امیدوارم دیگه هیچ سیاستمداری، فرق نمیکنه چپ باشه، راست باشه، اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، جرأت نکنه که کشورهای دیگر رو مثال بزنه و بگه ننگ است برای حکومت، چون امروز ننگ رو دارن تجربه میکنن. ولی امیدوارم، من شما از احساس گفتید، من بسیار امیدوارم، من به مردم فهیم ایران بسیار امیدوارم.
خانم امینی، به فاکتورهایی مثل مناظره‌های بیرمق اشاره کردید، اما نقش جنبش‌های اعتراضی اخیر، جنبش‌های سال 96، 98، 1401 و نحوه برخورد حکومت با معترضان چقدر در این نه بزرگ مردم به حکومت تأثیر داشت؟ ببینید، به نظر من دو جبهه روبروی هم قرار گرفته بودن. یک جبهه‌ای بود که خودش رو جبهه انقلاب مینامه، حالا فارغ از اینکه این نامگذاری درست هست یا نه، ولی خودش رو جبهه انقلاب مینامه، و طرف دیگه جبهه مقاومت هست. در این مقاومت خانواده‌های دادخواه نقش دارن، جنبش های سرکوب شده نقش داره، جامعه مدنی در واقع سرکوب شده نقش داره، رسانه ها و فعالان رسانه‌ای چه دور از وطن چه اونهایی که در وطن هستن، و ما دیدیم در دست کم یک هفته گذشته اصلا پسیو نبودن، بسیار فعالانه مشارکت میکردن، تحلیل میکردن، بخشی از اونها البته، که چرا نباید جمهوری اسلامی رو بار دیگر به رسمیت شناخت. به نظر من همه اینها نشون داد که به هر حال کدوم کفه قوی تر هست، فارغ از این که در دور دوم انتخابات چه پیش بیاد، فارغ از این که این لولوی به نام سعید جلیلی که بسیار یادآور رقابت‌های احمدی نژاد و اون دوران هست و انگار که دوباره داره تکرار میشه، فارغ از این که این موضوع چه اتفاقی پیش بیاد، تا اینجا دستاورد بزرگ این هست که این جبهه مقاومت با صدایی راسخ، با صدایی بلند، در بیخشونت ترین شکل ممکن فریاد زده که ما این حکومت رو نمیخوان. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، سپاسگزارم از حضورتون، ممنون. رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این مشارکت در انتخابات را مایه آبروی نظام خوانده بود، پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت جمهوری اسلامی قوامش به حضور مردم است و برای اثبات صحت و صداقت جمهوری اسلامی حضور مردم امری لازم و ضروری است. حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رأی دهندگان، این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. جمهوری اسلامی اسمش، یعنی کلمه جمهوری، حاکی از این است که در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده. بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ایران اینترنشنال از شهروندان خواسته تا نظرات خود را درباره مشارکت پایین و حداقلی بیان کنند. بخشی از نظرات مردم در این زمینه را با هم بشنویم. نظر من این هستش که 60% ملت عزیز ما به آقای خامنه‌ای گفتن نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام‌ها، نه به زندانی کردن‌ها، نه به شکنجه کردن ها و کور کردن های فرزندان ایران. و امیدوارم که آقای خامنه‌ای گوش شنوا داشته باشه تا صدای ملت ما رو بشنوه، و هرچند که من مطمئن هستم که ایشون نمیتونه شنوای صدای ملت ایران باشه. خدا نگهدار. با سلام، در مورد آمار و ارقام جمهوری اسلامی که خب خیلی نمیشه اعتماد کرد، معمولا دروغ میگن، ولی خب اگه همین نسبت 60-40 هم شما در نظر بگیری، به نظرم یه نه خیلی بزرگ از طرف مردم ایران بوده، به خصوص این که اصلاح طلبا خیلی تلاش میکردن مردم ایران رو فریب بدن. ولی من تبریک میگم بهشون، هم به مردم ایران در داخل، هم به ایرانیان خارج. ولی واقعیتش اینه، خودم فکر نمی کنم 20% هم بیشتر شرکت کرده باشن. حالا اینا میگن 40%، ولی خب 40% هم باز یه شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه. به نظرم این 60%ی که شما میگین شرکت نکردن، نظر من اینه بیشتر از 60% شرکت نکردن. فکر کنم بالای 15%، نهایتاً به 20 نمیرسه. چون شما حساب کنید 60-65 میلیون نفر
حداقل باید رأی میدادن. 65 میلیون نفر نه اصلا 60 میلیون. 60 میلیون میشه چقدر؟ تقسیم بکنیم به 100 میشه 30%. یعنی 70%، 75% مردم رأی ندادن. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس با ما همراه هستند. آقای ایجادی، احساس شما از این انتخابات و نتایج اون چی هست؟ صحبت شهروندان رو شنیدیم، پیش از اون صحبت خامنه ای رو شنیدیم که گفته بود حضور مردم در انتخابات به معنای قوام و دوام جمهوری اسلامی است. حالا 60% مردم مشارکتی در انتخابات نداشتن، با این وضع وضعیت جمهوری اسلامی چگونه است الان؟ ببینید، به یک معنای درسته که هر رژیمی اگر چنانچه بر پایه دموکراسی استوار باشه، قوام و قدرت و ادامه کاریش برمیگرده به حضور مردم. یعنی چی؟ یعنی حقوق شهروندی و همچنین سلامت مربوط به انتخابات و در واقع عملکرد بسیار شفاف قدرت سیاسی. حال آنکه در ارتباط با جمهوری اسلامی چنین چیزی از ابتدا صادق نبوده است و بنابراین آقای خامنه‌ای وقتی که میگوید که در واقع میزان مشارکت باید بالا باشد زیرا آبروی نظام و همچنین دوام و قوام این رژیم به این برمیگردد، ببینید دروغ میگوید و باید اعلام میکند که آنچه که در لحظه کنونی ما شاهدش هستیم دقیقا بر ضد گفته و خواسته و آرزوی او هستش. پس بنابراین اون باید یک نتیجه گیری بلافاصله بکند و این که اعلام بکند که جمهوری اسلامی باطل است. جمهوری اسلامی نظامی توتالیتر، ضدیتش اون این نظام علیه زنان، علیه جوانان، علیه مردم ایران هست و پیوسته و پیوسته در تمام زمینه‌ها جز بدبختی و فلاکت چیز دیگری به بار نیاورده. و بنابراین زمانی که ما می‌بینیم که در ایران جنبش مهسا با اون ابعاد خودش به وجود می‌آید، زن زندگی آزادی، این بیان چیست؟ بیان دفع و نفی جمهوری اسلامی هستش و این گرایش رو ما در درون این انتخابات می‌بینیم. زمانی که در واقع اعلام می‌شود حدود 40% شرکت کردن، که همون گونه که شهروندان نیز گفتن این حتما بر پایه یک سلسله دستکاری‌هایی که صورت گرفتن چنین آماری اعلام می‌شود و به مراتب باید کمتر باشد. معمولا از نظر من میزان در واقع تقلب رژیم جمهوری اسلامی چیزی بین 20-30% در امور به اصطلاح کل انتخابات رژیم هستش. پس بنابراین علارغم خود آنچه که رژیم اعلام کرده، یک شکست مفتزهانه هستش و بنابراین خود جمهوری اسلامی که امروز به این معنا هستش که هم در داخل ایران بسیار بسیار در انزوای بیش از پیش قرار گرفته، در صحنه بین‌المللی نیز بیش از پیش در انزوا و در واقع بی‌اعتباری قرار گرفته است و به این ترتیب هستش که من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی چه بسا در جستجویی باشد که بره به سوی چه استبدادهای باز هم بیشتر. ولی که آنچه که جمهوری اسلامی نمیفهمد و خامنه‌ای نیز نمیفهمد، همون میزان در واقع آگاهی در جامعه ایران و میزان بیزاری ملت ایران نسبت به قدرت سیاسی دینی الهی هستش که در ایران وجود دارد. نه بزرگ مردم و تحریم گسترده انتخابات چه پیامی برای شخص علی خامنه‌ای داره؟ برای ایشون بلافاصله اولین پیامش این هستش که علی‌رغم استراتژی‌های گوناگون، گاهی فقط به اصولگرایان رجوع کرد، گاهی به اصطلاح ترکیبی از اصولگرا و به اصطلاح اصلاح طلبان، این گونه سیاست‌ها شکست خورده استش. از سال 1396 مردم اعلام کردن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام شد ماجرا و بنابراین نظام جمهوری اسلامی بر اساس در واقع دوگماتیسم به خودش و تعصب خودش این گرایش عمیق جامعه رو نمیفهمد. پس بنابراین یک، این گونه استراتژی ها کاملا به شکست رسیده. دومین پیام به آقای خامنه‌ای این استش که آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، آنچه که در ایران ما میگذرد بیان چیست؟ بیان ضدیت مردم ایران علیه ولایت فقیه شما هست. ولایت فقیه دینی مطلقه یعنی فساد سیاسی مطلق در جامعه ما و به این خاطر هم هستش که پیامی که میرساند این هستش که میخواهد به سوی چی
میخواهد به سوی دموکراسی برود جامعه، میخواهد به سوی برابری حقوق زن و مرد برود، میخواهد به سوی یک حکومت در واقع سکولار و لائیک برود و چنین خواستایی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند برآورده شود و تمام سیستم هایی که ترکیبی از اصلاح طلب و اصولگرا باشد به یک نقطه میرسد. تمام اینها در واقع عملا مجری چی هستند؟ مجری سیاست یک نفر هستند، یک فرد مستبدی که در رأس نشسته و فساد رو در واقع حمایت میکنه و تمام اینها فقط و فقط باید بلیگوی او باشن. پس بنابراین پیام آخری که به آقای خامنه‌ای داده میشود که نظام جمهوری اسلامی برای همیشه در ذهنیت مردمان ایران باطل اعلام شده و بنابراین خواست مردم بیرون رفتن قطعی از مجموعه نظام جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی یک نظام دینی اسلامی هست و جامعه ایران نمیپذیرد. جامعه ایران به سوی آزادی زن و مرد و دموکراسی میخواهد برود و مطابق با آنچه که نرم عمومی جهان دموکراتیک و باز هستش میخواهد زندگی بکند. پس بنابراین پیام پایان جمهوری اسلامی رو آقای خامنه‌ای بشنو. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنعان پاریس، ممنونم از شما. سپاس از شما. شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. پیروزی مردم در مؤثرترین تحریم انتخابات. بیش از 60% مردم به نامزدهای نظام رأی ندادند. قوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. شکست تاریخی خامنه‌ای در مهندسی کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی. هیچ کدام از کاندیداهای نظام در دور اول پیروز نشدند. در این دوره از انتخابات نظام با بی‌اعتنایی اکثریت مردم به دعوت گسترده اصلاح طلبان حکومتی برای مشارکت در انتخابات و تلاش آنها برای جلب رأی به مسعود پزشکیان همراه بود. این تلاش‌ها در حالی صورت گرفت که چهره‌های شاخص اصلاح طلب از جمله میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مصطفی تاج‌زاده انتخابات را تحریم و در آن شرکت نکردند. شادی امین، پژوهشگر و از مدیران عدالت برای ایران از فرانکفورت با ما همراه هستند. خانم امین، ابتدا احساستون رو نسبت به این انتخابات و نتایج اون به ما بگید. اصلاح طلبان با وجود اون که خاتمی قبلا گفته بود که با این رویه شورای نگهبان در انتخابات شرکت نمی‌کنم و در نهایت پشت پزشکیان اومدند، ارزیابی شما از این رفتار دوگانه اصلاح طلبان را به دنبال اون سال اول می‌شنوید؟ سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، به ویژه اون 60% که آگاهانه و فعالانه دیروز در این مراسم در واقع لبیک گفتن به علی خامنه‌ای شرکت نکردند، چه در خارج از کشور چه در داخل ایران. و اجازه بدین که من از سوالتون شروع بکنم که جریان اصلاح طلبی در ایران یکی از بی‌اخلاق‌ترین جریانات سیاسی موجود، مدعی مخالفت با سیاست‌های علی خامنه‌ای است. این جریان در تمام این سال‌ها به گفته علی خامنه‌ای، اگر بخوام بگم، دقیقاً باعث دوام و بقای جمهوری اسلامی بوده. در تمام این سال‌ها سعی کرده به مردم بگه که هیچ راه دیگری جز اصلاحات یا اصولگرایان در داخل جامعه ایران وجود نداره. در واقع ذهنیت مردم رو ببره به سوی اینکه در داخل این سیستم فقط میشه تغییر ایجاد کرد، هر تغییر دیگری ایران رو افغانستان، سوریه و عراق خواهد کرد. چنین دروغ بزرگی که جریان اصلاح طلبی برای حفظ قدرت، به ویژه فراموش نکنید بسیاری از اصلاح طلبانی که دفاع کردن از شرکت در این انتخابات در مناسب اقتصادی جامعه ایران رول بازی میکنن، منافع بسیار عظیمی دارن در حفظ این نظام و همیشه هم گفتن که براشون اصل حفظ نظام جمهوری اسلامی است و برای این هدف در این انتخابات شرکت کردن. به نظر من موفق شدن تا حدودی تنور این انتخابات رو به نفع علی خامنه‌ای
گرم بکنن با حضور پزشکیان در این کاندیداتوری برای این دور از انتخابات. و همونطور که میدونیم پزشکیان هم از روز اول آب پاکیو به نظر من ریخ رو دست همه و گفت من تابع رهبری هستم در رابطه با سیاست داخلی، چه در رابطه با اومدن جلیلی چه پزشکیان، ما به هیچ وجه شاهد تفاوت جدی در سیاست نخواهیم بود. آنچه که تفاوت خواهد کرد با حضور جلیلی یا پزشکیان در عرصه سیاست خارجی یا حضور بین‌المللی خواهد بود، اجازه بدین اصلاح بکنم واژه‌ام رو، در حضور بین‌المللی خواهد بود که حضور پزشکیان در عرصه بین‌المللی به شدت منافع خامنه‌ای رو تأمین خواهد کرد، غرب رو بیشتر وارد این جدل خواهد کرد که اصلاح طلبی به سر کار اومده و با سیاست پزشکیان و سیاستی که می‌دونیم سیاست ظریف هم بوده و هست و خواهد بود، لااقل چهره در واقع بهتری رو در غرب ارائه بدن که این باعث تضعیف جریان سرنگونی طلب در مجموع در سه بین‌المللی است. واقعیت اینه که علی‌رغم اینکه بسیاری از تحلیلگران روی 60% که شرکت نکردن تاکید میکنن و به عنوان یک نه بزرگ به خامنه‌ای به درستی از اون یاد میکنن، فراموش نکنیم هنوز متاسفانه علی‌رغم انقلاب ژینا که مردم در واقع به طور نسبی نشون دادن که از اصلاح طلبی و اصولگرایان گذر کردن، از چارچوب این نظام گذر کردن و ایده خارج از سیستم جمهوری اسلامی در ذهنشون هست برای آینده ایران، متاسفانه جریان اصلاح طلبی تونست مجدداً این توهم رو ایجاد بکنه و مطمئن باشید بخشی از این آرای 40% شرکت کننده با توهم مجدد و خیانت مجدد اصلاح طلبان به جنبش دموکراتیک مردم ایران صورت گرفته. بله، البته خانم امین، آقای پزشکیان بارها اعلام کردند که مجری سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبری هستند و مردم هم که به هر حال اون اکت و برخوردی که با این موضوع داشتند نتایج رو دیدیم که انتخابات رو به صورت گسترده تحریم کردند. متشکرم از شما شادی امین، پژوهشگر و از مدیران عدالت برای ایران از فرانکفورت با ما. اما همزمان با شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری که قهر 60% از شهروندان با صندوق‌های رأی را به دنبال داشت، بسیاری از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و هنرمندان به میزان مشارکت بسیار پایین در این دور از انتخابات واکنش نشان دادند. کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با تشریح مشاهدات خود از خلوت بودن شعبه‌های رأی‌گیری در تهران نوشت: به طور قاطع میتوان گفت اکثریت مطلق مردم پایتخت به انتصابات ریاست جمهوری بی‌محلی کرده و در آن شرکت نداشتند. کیانوش سنجری همچنین با اشاره به شکست تلاش رسانه‌های داخلی برای گرم کردن تنور انتخابات نوشت: حالا شهروندان حامی جمهوری اسلامی در هر دو جناح در اقلیت محض هستند. حسین رزاق، فعال سیاسی، هم با اشاره به نرخ پایین مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: پیروز قطعی این انتخابات مردم ایران با درصد بسیار بالای تحریم و مقاومت مدنی هستند. شروین حاجی پور، خواننده، هم با اشاره به مشارکت زیر 40% مردم نوشت: باید صدای جماعتی که پای صندوق رأی نرفتند را شنید. علی ربی، وزیر سابق کار و جامعه شناس، هم در یک توییت به میزان حداقلی مشارکت اشاره کرده و نوشته: پیام کسانی که مشارکت نکردند واضح و روشن است. باید از خود بپرسیم بر سر ایران و آرمان جمهوری اسلامی، یعنی حق تعیین سرنوشت، به شیوه انتخابات چه آمده؟ رضا رشید پور، از مجریان صدا و سیما، هم در توییتر مشارکت 40% در انتخابات را یک ناخوشی بزرگ دانسته و گفته: باید قهر 60% دیگر جامعه با حکومت را جدی گرفت. شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ما هستند. خانم شمس، ابتدا احساس و دریافت خودتون رو از این انتخابات و نتایج اون به ما بگید. سلام به شما و بینندگان محترم این برنامه. به نظر من این انتخابات جمهوری اسلامی، یا دقیق تر بگیم انتصابات، رأی نه قاطع
مردم ایران به جمهوری اسلامی بود. من جا دارم اینجا واقعا درود بفرستم به اون اکثریتی که در این انتخابات هم جمهوری اسلامی رو یک بار دیگه شکست دادن. به نظر من بر فرض این که آمار حکومت واقعی باشه، که به نظر من واقعی نیست که 40% پای صندوق‌های رأی آمدن، 60% ما مردم ایران به حکومت جمهوری اسلامی نگفتیم. و من ارزیابی اینه که این یک نقطه عطف در انقلاب زن زندگی آزادی، این پیروزی اکثریت مردم ایران، این پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و پیروزی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های همراه با مردم ایران هست. من این انتخابات رو یک نقطه عطف در جنبش سرنگونی میدونم، جایی که از رأی ما سرنگونی به رأی ما پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی میرسه، که در بیانیه ها ما این رو دیدیم. من این انتخابات رو منعکس کننده اون بیانیه هایی میدونم که در یک هفته ده روز گذشته یکی پس از دیگری از طرف زنان فعال، حقوق فعالین حقوق زن، تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های دانش آموزی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی، پرستاران، رنگین کمانی‌ها منتشر می‌شد که این نمایندگانی که قرار هست پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه مردم رو بکشه بهش رأی بدن، اینا نماینده حکومت جنایتکار اسلامی هستن، اینا نماینده ما مردم ایران نیستن، اینا نماینده حکومت جلادان و قاتلان هستن. این انتخابات نه تنها رأی مردم به کلیت این مراسم و مناسک جمهوری اسلامی، بلکه رأی نه مردم به کلیت جمهوری اسلامی بوده. حکومتی که با زنستیزی، حکومتی که با اعدام، حکومتی که با شکنجه، حکومتی که با زندان روی کار هست. و من این پیروزی رو واقعا تبریک میگم به همه مردم ایران. خانم شمس، نقش مادران دادخواه، زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان خیزش مهسا رو در این تحریم انتخابات چگونه میبینید؟ بسیار تعیین کننده میدونم. یادمون نمیره که مادران آبان در انتخابات 1400 دست در دست هم دادن و فریاد زدن رأی ما سرنگونی. اون رأی ما سرنگونی نمایندگی میکرد رأی تمام مردم ایران رو که خسته شده بودند از این همه کشتار، این همه زندان، این همه اعدام، بیش از 4 دهه کشتار مردم ایران، بیش از 4 دهه سرکوب، بیش از 4 دهه محرومیت، بیش از 4 دهه زنستیزی، بیش از 4 دهه فقر و فلاکت. امروز در 1403 مادران دادخواه پرچم رو از مادران آبان گرفتن و نه تنها گفتند رأی ما سرنگونی، بلکه گفتند رأی ما انتخابات زن زندگی آزادی، انقلاب زن زندگی آزادی. مادران کردستان گفتند انتخاب ما انقلاب ژن ژیان آزادی. مادران دادخواه، خانواده های دادخواهی در صف مقدم هستند، به طور واقعی نمایندگی میکنن اکثریت مردم ایران. زندانیان سیاسی که زیر تیغ جمهوری اسلامی هستند، با فریاد رأی ما سرنگونی و تحریم این انتخابات نشون دادن که جمهوری اسلامی حتی با زندانی کردن هم نمیتونه جنبش سرنگونی رو متوقف بکنه. وقتی آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی بیانیه میدن که ما نه تنها این انتخابات رو تحریم میکنیم، بلکه در ضدیت با اون هم فعالیت میکنیم، نشون میده جمهوری اسلامی با شلیک عمدی به چشم و کور کردن، با شلیک عمدی به اندام جنسی، با ناقص‌سازی اندام‌های فعالین انقلاب زن زندگی آزادی نتونست انقلاب زن زندگی آزادی رو متوقف کنه. سپاسگزارم از شما شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ما. ممنون. اما مهمان دیگری هم داریم، جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراه از آقای رجبی. دریافت و احساس شما از این انتخابات، نه بزرگ مردم چیست؟ درود میگم خانم شیرازی. بذارید قبلش یک نکته واقعا دقت بکنیم، در تله جعل عمیق جمهوری اسلامی نیفتیم. به هیچ این حکومت نمیشه اعتماد کرد، به هیچ عددیش نمیشه اعتماد کرد. حکومتی که میکشه 1500 نفر رو، بعد میگه اصلا کسی رو نکشتیم. این حکومت براش عدد سازی کردن کار سختی نیست، اما بعضی شاید بگن خب اگر عدد سازی کرده بیشتر انجام داد. نه، اینقدر دیگه این فضا سرد بود، بیشتر از این جا نداشت. اما اینی که الان
بخوایم توی حرف هامون تکیه کنیم به اون 40% که جمهوری اسلامی میگه، و جمهوری اسلامی میاد میگه خب من بازی 40% آدم دارم، گرچه اونهایی رو هم که رأی دادن دقت داشته باشیم، کشور ایران بالاخره یک قسمت زیادیش کارمند تو ادارات مختلف هستن، اون اداره ها از معلم ها بازنشسته ها و غیره و غیره از عدم اطلاع بعضی اونها استفاده میکنن، با تهدید با تطمیع میآیند، حالا بعضی اونها رو مجبور میکنن، خانواده بعضی اینها هست، همه اینها و تمامی این گروه ها دو طرف تهشو گذاشتن واقعا. یعنی شما نگاه میکنید اصلاح طلب میگم مثلا گرم کرد انتخاباتو، باور کنید من شخصا برای اینکه بتونم درک بهتری داشته باشم با افراد مختلفی در ایران تماس گرفتم، پرسیدم که ببینم واقعا در جاهایی که قاعدتا حداقل یادمه که شلوغ بود اون اتفاق نیفتاده بود، پزشکیان را آوردم به دلیل اینکه بتونن یک فضایی رو ایجاد کنن که دیگه رئیس جمهور که نمیتونن با 5 میلیون آدم بفرستن توی پاستور یا مثلا توی جایی که حداقل دو تا آدم هم اونجا وجود نداره. جمهوری اسلامی الان میخواد یک جعل عمیق بکنه، یه عدد سازی کرده به سختی رسوندتش به 40. از اون سمت میدونیم که استفاده از ابزارهای مختلفی رو انجام دادن، میلیاردها میلیارد خرج کردن، محدود هست. اگر که لطف فرمایید فکر میکنید که واکنش اصلاح طلبان به این قهر گسترده این مردم چه خواهد بود؟ ببینید تمام شدن اصلاح طلب ها، به نظرم اونها خیلی وقته که تمام شده بودن، فاتحهشون رو نخونده بودن، اما اصلاح طلب ها اومدن و تهش رو اونا برای علی خامنه‌ای گذاشتن، یک قسمتشون به خاطر اینکه اون جیر و مواجیبشون قطع نشه از جمهوری اسلامی، قسمتشون هم برای این بود که فکر میکردن مثلا میتونن سر یک سری از مردم کلاه بذارن و بخوان با دزدیدن حرفهای مردم اونها رو انجام بدن. اما اصلاح طلب ها از اینجا به بعد دیگه به مرده های متحرک سیاسی تبدیل میشن که دیگه حتی بازگشت به سمت مردم هم نمیتونن داشته باشن، گرچه اصلاح طلب هایی بودن که واقعا از به اصلاح ناپذیری این حکومت رسیدن. میرحسین موسوی رأی نداد، تاج‌زاده رأی نداد، خیلی هایی بودن که در قبل اصلاح طلب بودن و بعد فهمیدن این حکومت اصلاح ناپذیره. اما این استمرار طلب ها، قدرت طلب ها بیشک تمام شده. ممنونم ازتون، فرصت بیشتری نداریم. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما، ممنون از همراهی شما.